بعد یه سری نگاهی هم بندازیم به پنجره پراجکت پین یا همین لیر براوزر شما. اینجا ما سه تا قسمت داریم که قسمت اولش لیرز مونه و شاید مهمترینش هم باشه. اگر بخوایم به این قسمتی نگاهی بکنیم، خیلی خیلی شبیه فتوشاپه، همونطور که قبلا هم گفتم، و احتمالاً اگه شما با فتوشاپ کار کرده باشید بگین اصلا عین فتوشاپه، چون گروه داره. مثلا شما میتونید اینجا یه گروه جدید ایجاد بکنید، مثلا اسمشو بذارین سینگینگ، حالا فرزن، بعد توش چند تا لایه مختلف بذارید یا چند تا گروه مختلف بذارید و الی آخر. اما نکته که اینجا وجود داره، اگر شما بخواید ماسک هاتون رو نبینید توی این پراجکت پین، میتونید این کلید رو آن یا آف بکنید. این سه تا سویچ در واقع سه تا چیز آن و آف کردنه. بعضی وقتا اگه این قسمت خیلی شلوغ بشه، شما برای جابجا کردن لایه هاتون یا برای انتخاب کردنشون شاید راحت تر باشین که فقط لایه رو سلکت بکنید و انتخاب بکنید. آیکون اول فیلترهای شما رو نشون میده، همونطور که شما اینجا میبینید من یه فیلتر کور گلو دارم که اینجا دیده میشه، که حالا مثلا اگه بخوام میتونم اینجا کم و زیادش بکنم یا هر چیز دیگه ای. عنوان دوم بیهیویره، من یه بیهیویر ثرو اینجا دارم یا همون پرتاب، که اگر پلی رو بزنم شما میبینید که از اینجا به اینجا پرتاب میشه تصویر من. و عنوان سوم ماسکینگ، که شما میتونید ماسکاتون رو باهاش ببینید یا نبینید. اما یه نکته خیلی جالب دیگه هم اینجا وجود داره به غیر از این قفلی، که خب طبیعتاً شما میدونید اگر این آیکون قفل رو بزنید لایه‌تون قفل میشه، دیگه دسترسی بهش ندارید. اگر مثلا اینجا روی این بیهیویر کلیک بکنید، بیهیویرتون رو آف میکنه، دیگه تاثیرش رو نمیبینید. اگر رو فیلتر کلیک بکنید، فیلترتون رو آف میکنه، دیگه تاثیرش رو نمیبینید. و همونطور که قبلا دیدید، اگر رو این آیکون کلیک بکنید، ماسکتون رو آف میکنه. نکته که اینجا وجود داره به غیر از حالا این باز کردن و بستن که بازم شبیه فتوشاپه، و این روشن رو خاموش کردن که باز هم شبیه فتوشاپه و دیدن و ندیدن لایه‌تونه، بلندینگ مود و اپاسیتی شماست. شاید شما بگین توی فتوشاپ ما بلندینگ مود و اپاسیتی داریم، کاملا درسته، به صورت دیفالت توی موشن آف هستن. من باید بیام از اینجا اپاسیتی و بلندینگ مود رو اگر بخوام به صورت دستی روشن بکنم، من اینجا الان تیکر رو باز میکنم تا این یه خورده جای بیشتری داشته باشیم برای این قسمت خود لیرمون. همونطور که شما اینجا میبینید ما یه لایه سینگر داریم، یه اپاسیتی داره که میتونیم کم و زیاد بکنیم، و یه بلندینگ مود داره که حالا ملتیپلای، اد، لایتن، اسکرین، که روش بعدا بیشتر صحبت میکنیم. من به طور مثال اگه بخوام میتونم الان این لایه رو بیارم اینورتر و بذارمش فرزن روی مود اوورلی یا مود فرزن اسکرین یا اد یا هر چیز دیگه. خب شما اینجا برای ماسکتون به جای اد مثلا و مولتیپلای و اینها، این عناوینی رو دارین که ماسک داره، اد، سابترکت یا ریپلیس یا اینترسکت. برای کسی که کنجکاو هم بدونن این اینترسکت چی کار میکنه، از دو تا ماسک شما یه مرز مشترک میگیره. خیلی شاید چیز کاربردی نباشه، ولی مثلا شما اگه دو تا لایه اینجا داشته باشید و جفتشون روی اینترسکت بذارید، فقط از مرز مشترک این دو تا یه ماسک ایجاد میشه. بذارید من یکم پاک کنم. پس چیزی که ما اینجا میبینیم خیلی شبیه به اون چیزی که ما توی فتوشاپ داشتیم. تامنیل هاتون رو هم اگه خواستید میتونید بزرگتر یا کوچکتر بکنید، این آیکون هایی که اینجا میبینید. اگر احساس میکنید این دوتا کاربرد زیادی براتون ندارن، میتونید اپاسیتی و بلندینگ مود رو وردارید. نکته دیگه که اینجا وجود داره و حتما باید بدونید، 3D بودن یک گروه یا 2D بودنشه. اگر من الان اینجا به این تصویر یه دوربین اضافه کنم، شما میبینید یه سوال از من میپرسه که شما یه سری گروه دارین که میخوام 3Dشون بکنم چون دوربین داری اضافه میکنی. من میگم خب 3Dشون بکن. حالا شما همونطور که دیدید این آیکون از این شکل در میاد و به یه همچین چیزی تبدیل میشه. اگه من الان با دوربینم یه خورده جابجا بکنم شما ببینید، همونطور که میبینید این لایه من
الان سه بعدیه، یعنی اگه من بخوام میتونم توی عمق جابجاش کنم، وقتی دوربینم رو جابجا میکنم میبینم که اون هم جابجا میشه و در واقع یه لایه توی فضای تریدیه، نه که خودش تریدی باشه اما توی فضای تریدیه. اما این لایه پایینی اینطوری نیست. اگر من بخوام و اگر قفل نبود، چون وقتی قفل خودش به صورت اتوماتیک این کار رو نمیکنه، اگه قفل نبود میتونم بیام روش اینجا کلیک بکنم و این لایه من و این گروه من در حقیقت 3D میشه. حالا من اگه این یکی رو اینجا بذارم، شما میبینید که من مثلا اگه دوربینم رو تکون بدم، اگه جابجا بکنم، کاملا مشخصه که اینها توی فضای 3D هستن. خب توی قسمت بعدی نگاهی میندازیم به بلندینگ مود.